سلام، چی شد؟ میگه نه. پسری بیعقل میگه نه. خب من که از اول بهت گفتم. مگه من میذارم؟ میذارم یه الف بچه زندگی خودش و ماها رو خراب کنه؟ جلال اون دیگه بچه نیست، بزرگ شده. فرصت به این خوبی؟ میتونه استخدام بانک بشه، چیزی که هزاران جوان آرزوشو دارن. اون وقت این پسره بیعقل میگه نه. تو کردی، همش تقصیر توی نرگس. از بس بهش رو دادی، تو و خانم جون و آقا جون هی ازش طرفداری کردین، هی بهش خندیدین. پسره فکر کرده علامه دهره. نه خیر آقا، ارسیه، به خودت رفته. فکر میکنه همه چی رو میدونه. سلام. خیلی خوش آمدین. میز چهار نفره هم داریم. چهار نفره؟ نه قربونت برم، دو تا میز دو نفره. میزا خالیه، هر جو دوست داریم میتونیم بشینیم. بفرمایید بشین، الان میام خدمتتون. من چای میخورم. منم چایی و شیرینی. شما؟ من قهوه میخورم. مامان و دو تا قهوه. ممنونم. چشم، بفرمایید. خشم بفرمایید. نمیخوای بیای کمکم؟ جلال، منو ببین؟ نمیای؟ طفلکی‌ها هنوز یخشون آب نشده. خب بله، حقم دارم. درسته با هم بزرگ شدن، ولی میدونی چند سال همدیگر رو ندیدن؟ ریحانه، فکرشو میکردی یه روز با هم فامیل بشیم؟ اگه بگم آره، باورت میشه؟ وقتی پرهامم به دنیا اومد، دلم میخواست خدا یه دختر به تو بده که عروسم بشه. راستشو بخوای، منم وقتی بهشته به دنیا اومد، گفتم کاش که یه روزی مهرشون به دل هم بشینه. بفرمایید. دست شما درد نکنه. ممنونم. چیزی دیگه میل نداری؟ نه، فقط نقل داریم. بله، نقل هم داریم. بیارم خدمتون؟ نه، الان نه. به موقعش خدمتتون میگیم. فقط اگه یه چند تاییش برزه رو زمین اشکالی نداره. نه، خونه خودتون، یعنی پاتوق متعلق به شما. الان براتون میارم. شیرینی تازه درست کردم. نمیخوری؟ خواستی بری نقلا رو ببر بذار رو پیشخون. با خدا بدور مریم جان، ازدواج فامیلی حرفشم نزن، هزار جور دردسر داره. حالا نگرانی و حرف و سخنش به کنار، همه قضیه بچه و ژنتیک و این حرفا، منم موافق نیستم. درسته ما با هم دوستیم، ولی از هزار تا خواهر به هم دیگه نزدیک داریم. بیا، از خدا چی میخوای؟ پسر پرهام. نگاه کن، هم خارج تحصیل کرده، موسیقی خونده، هم داره میره پیش پدرش تو بازار که کار کنه. بفرمایید. نه خواهش میکنم. همچی پسر منو تعریف میکنی، انگار دختر خودت بهشته هیچی نداره. ماشالله هزار ماشالله. تو قشنگه نه؟ هم خانومه، هم زن زندگی. بله قشنگه. تازه لیسانس پرستاری هم داره. بهشته خانوم دیگه. آقا پرهام دیگه. داره. ببینید آقا پرهام، نه اینکه بخوام بهتون توهین کنم خدای نکرده ها، ولی حقیقت یه چیز دیگه است. من اصلا قصد ازدواج ندارم.
چقدر جالب. منم میخواستم به شما یه چیزی بگم. راستیتش منم قصد ازدواج ندارم. نه اینکه خدایی نکرده شما اشکالی دارید، نه، شما قطعا هر مردی رو میتونی خوشبخت کنی. اون مرد من نیستم، چون من نمیخوام زن بگیرم. چیزی شده؟ خدا عمرتون بده. بعد یه مدت با خیال راحت یه چیز خوردم. توی این مدت از بس مامانم به این قرار وصلت اصرار میکرد، اصلا حال روز خوبی نداشتم. منم همینطور. اگه میدونستم قضیه بین من و شما به این راحتی حل میشه، حتما یه عالمه شیرینی تازه سفارش میدادم. تازه اشتهام باز شده. الانم دیر نشده. اگه موافق باشید، همین الان یه شیرینی سفارش بدم. چطوره؟ نوشه جان، امر دیگه نداری؟ دست شما درد نکنه. بفرما، اینم شیرینی تازه. خیلی متشکرم. خیلی بهتر شدی؟ من وقتی بهتر میشم که امید سر عقل بیاد. تو وقتی بهتر میشی که بفهمی که بچه ها دیگه بزرگ شدن. امید و آرزو بزرگ شدن آقا. فهمیدن این موضوع خیلی سخته. بزرگ شدن از نظر شما یعنی چی؟ ها؟ یعنی ولیشون کنیم با امید خدا؟ این چه حرفیه میزنی؟ من که منظورم این نبود. ببین، ما وظیفمون اینه که راه رفتن یادشون بدیم. یه روزی دستشون رو میگرفتیم و همراهشون میشدیم و تاتی تاتی میکردیم تا قدماشون رو محکم برداشتن. تو آینده امید رو با تاتی تاتی رو رفتن مقایسه میکنی؟ واقعا که؟ به پای هم پیرشن ایشالله. مگه تموم شد؟ نه؟ ولی بالاخره تموم میشه. جدی ریحانه، زمانی نگفت راجب مهریه چی فکر میکنه. البته برای خود من مهم نیستا، ولی خب پدر بهشتی روی این چیزا حساسه. مریم جون، مهریه رو کی داده کی گرفته؟ اینه که تو راست میگی، ولی خب بالاخره رسمه دیگه. میدونی که آخرین عروس خانواده ما هم دختر عمه بهشته بوده، نمیشه که مهریش کمتر از اون باشه، میشه؟ من که جرأت ندارم از آقای زمانی بخوام مهریه عروسمون بیشتر از مهریه دخترمون باشه. میتونم؟ ولی من این کارو نکردم. نه، باور کن بهشت خانوم، بابا فکر میکنه من برگشتم به ایران که مثل خودش برم تو کار آزاد. اما من مدارکم آوردم، میخوام تو رشته تحصیلی خودم ادامه بدم، موسیقی. کارم پیدا کردم. بهشت خانم، یه راست میمونه. داشتم به یه چیزی فکر میکردم. به چی؟ راست در برابر راست. شما راستتون رو به من گفتین، منم به شما. چه رازی؟ من فوق لیسانس قبول شدم. دروغ میگی. فوق لیسانس عالی نیست؟ معلومه که هست. ولی چرا راز؟ خانواده‌ام مخالف بودن. بابام که از اولش اصلا دوست نداشت برم دانشگاه. مامانم دوست داره ها، اونم خاطر اینکه پوز خوبی داره. ولی اینکه آدم بخواد بره کار کنه و ادامه بده اصلا. من هیچ کدومشون نمیدونم. مگه میشه؟ پس درس خوندن برای چیه؟ جز برای استفاده؟ دقیقاً. میگن راحت شدی درس تموم شد، راحت شدی درس تموم شد. ولی به نظر من درس آدم وقتی تموم شه تازه میخواد درس پس دادن میرسه. من موافقم. چینی بخور. نقل حاضر قرمونت برم؟ بله حاضره، بیارم خدمتون. نه خیر، حالا کو تا نقل خوردن. شما بذارین دم دست، دیگه چیزی نمونده.
شیرنیاتونم خیلی خوشمزه بودا. از این دور رو بر خریدین؟ نه خیر، ما خودمون درست میکنیم، من و دخترم. سفارشم قبول میکنین؟ برای امر خیرا؟ انشالله که همیشه امر خیر باشه، ولی ما واقعا وقتش رو نداریم. پولش اصلا مهم نیست. وا مریم جون، چرا مهم نیست؟ میدونی شیرینی خونگی برای یه مجلس عروسی چند کیلو میشه و کیلو چنده؟ حالا هر کی ندونه فکر میکنه شما 6 تا پسر داری. خوبه خودتون اینو همین یه پسر؟ وا قرار نیست برای عروسی همین یه پسر من و آقای زمانی سرمونو بذاریم زمین و بمیریم که. دور از جون، خدا نکنه. پا اجازه. کجا؟ میرم خونه. به این زودی؟ میخوام برم قدم بزنم تنها. یعنی منو میخوای تو پاتوق تست تنها بذاری؟ دو تا میز که بیشتر مشتری نداره، کسی دیگه هم فکر نمیکنم بیاد. ولی من دلم شور میزنه. برای چی؟ اولش که اومدن جوونا سگرماهاشون تو هم بود و مادرها غرق در خوشحالی، ولی الان میبینی مادرها کارت میزنی خونشون در نمیاد. وقت جوونا رو نگاه کن. منظور تو اینه که بنده جایی نرم؟ ولی بفرمایید. بس دیگه ریحانه، بس دیگه. پاشو بریم. کجا بریم ماما؟ دیر میشه، بابا تو خونه تنهاست. بابا که گفت دیر میاد، ما هم تعرق بخوایم میتونیم بیرون بمونیم. فرهام خسته شدی، پاشو بریم. ماما اصلا خسته نشدم، تا داشتم به اشت خانم آشنا میشدم. لازم نکرده با هم آشنا بشین. خاله جون. ماما، سالی که نکوست از بهارش پیداست. واقعا تا با کسی وصلت نکنی نمیشناسیش. بریم. معلوم است اینجا چه خبره؟ خب معلومه چه خبره. اومدیم خواستگاری، حال نظرمون عوض شده. نظرتون عوض شد؟ بفرمایید خواستگاری کردید، جواب رد شنیدید. چی دارین میگین مامان؟ مامان اجازه بدی. خاله خواهش میکنم شما بفرمایید بشینین. خاله مرداقا پرهام، معنی خاله رو فهمیدیم. منو بگو پسرمو با زور برداشتم آوردم اینجا. به زور؟ من 3 هفته در گوش این دختر خوندم تا رضایت بده بیاد اینجا. چه طرز حرف زدن مامان. تو حرف نزن. من معذرت میخوام، حق کاملا با شماست. ما رو به زور آوردین، اصلا به خواسته ما اهمیت ندادین، فقط خواستیم به آرزوی دیرینتون برسید. عروس و داماد آشنا بیارید تو خانوادتون، غیر از اینه؟ ما هم گوش کردیم و اومدیم. ظاهرا خاله خاله بازیتون هم که دیگه تموم شده، پای حرفای واقعی که میاد وسط همه عوض میشن. مریم نشناخته بودمت. منم در مورد تو اشتباه میکردم ریحانه. ما هم همینطور، ما هم همدیگر نشناخته بودیم. من و بهشت خانم نکات مشترک زیادی رو داریم، اخلاق و طرز فکرامون به هم میخوره. بنابراین تصمیم گرفتیم که وقت بیشتری به هم بدیم و بیشتر با هم باشیم. چی؟ پرهام. مامان اجازه بده. ببخشید دیگه وقت تعطیل کردن پاتوقه، اگه ممکنه بقیه صحبتاتون رو ببرین خونتون لطفاً. ایشالله خوشبخت بشن. بله ایشالله که خوشبخت بشن. بفرمی. برای همینه که امید و آرزو عوض شده. چی؟ هر کدوم این زندگی ها، صحنه ها که هر روز ما شاهدش هستیم تو پاتو، خودش یه درسه. حالت خوبه؟ آره. میدونی اینا دیگه اون بچه هایی نیستن که ما آوردیمشون تو پاتو. آره نیستن. اگه امید نمیخواد واسه استخدام شدن توی بانک بره امتحان بده، من باید حرمتم رو حفظ کنم و بهش اصرار نکنم. بگنه مثل این دوتا جوون خیلی محترمانه به هم میگه دخالت نکن. غلط میکنه. خودت هم میدونی که این کارو میکنه. میدونی دیگه وقتی میگن با اجازه بزرگترا، منظورشون اینه که یه تعارفه. البته تو هم پدری نیستی که بخوای تو زندگیشون دخالت کنی، فقط یه پیشنهاد دادی. راست میگه نرگس، ما را رفتن یادشون دادی، کافی دیگه. آره ولی خدا رو شکر خب یادشون دادی. ما واقعا توت میخواستی؟ بریم وسط بخرم بخوری. خیلی ممنون. همین که پیش هم باشی،
همین که فرصتی باشه، همین که گاهی